İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. تو یه سال 200 هزار یورو به یوتیوب ما ضرر زده. سال هاست اینجوری حرف میزنه و باز محبوبه. دوستان سلام. به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی فحاشی تطلو به دخترای ایرانی و مهسا امینی و حمله مدگل به اون رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من همراه باشین. دقیقاً یک روز مونده به سالگرد فوت مهسا امینی، امیر تتلو باز هم دست به قلم شد و تا جایی که میتونه سعی کرد با حرفاش آشوب بپا کنه. اون که کاملا مشخص بود با حرفاش میخواد مردم رو به جون هم بندازه، با توهین به مهسا امینی و دختران ایرانی حسابی خون مردم رو به جوش آورد. این کارش دقیقا مشابه کار پارسالشه که در چنین روزهایی سعی داشت با حرفای تخیلیش یه جورایی آشوب بپا کنه. اما با پخش ویدئویی از خبرگزاری ترکیه گفته شده که امیر تتلو به خاطر این حرفها توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران دیپورت شده. همچنین امیر دیوا گفته که گوشی تتلو دست خودش نیست. در پی انتشار این خبر، اکانت تیک تاک و کلاب هاوس تتلو هم دیلیت اکانت شده. علت دیپورت تتلو مشخص نیست، اما احتمالاً به حرفایی که توی یوتیوبش زده برمیگرده. البته امیر دیوا گفته که این حرفا رو خود تتلو ننوشته، اما در کمال ناامیدی باید بگیم که این خبر صحت نداره و ویدئویی که در حال پخش مربوط به 3 سال قبله. علت پخش این حواشی حرفایی که امیر تتلو توی کامیونیتی یوتیوبش گفته. اون با توهین به مهسا امینی نوشته قانون یک کشور اینه که روسری بذارم ملت سرشون، بعد یه فلانی اومده روسری نذاشته سرش، بهش تذکر دادن به جای معذرت خواهی و توجه بی ادبی کرده و بی توجهی و بحث بالا گرفته و بعد زد و خورد شد و بعد هم فلانی مرده. الان مغز فندقی های فلان شده، تقصیر کار کیه؟ این فلانی که براتون اسطوره شده باید اول اگه میخواسته حجابش رو رعایت نکنه میرفته دبی یا ترکیه، بعدش هم که بهش تذکر دادن باید میگفته ببخشید چشم. اینقدر احمق بوده که مرده و سر یه حجاب خودشو به کشتن داده. اون هیچ، فقط توی یه سال 200 هزار یورو به یوتیوب ما ضرر زده و کلی آدمو کشته و بدبخت کرده. بعد این آدم احمق فلان شده میشه اسطوره شما و سالگرد و فیلان و بسار هم داره؟ آخه گاوتر از ایرانی جماعت هم مگه میشه که باشه؟ مادر فلان ترین، لاشی ترین، نمک به حروم ترین، بی معرفت ترین و فلان و فلان و فلان ترین دخترای جهان دخترای ایرانی هن. من شهادت میدم با اختلاف مادر فلان ترین و به درد نخور ترین هن. همین دخترای اکیپ خودمون یه جا معرفت داشتن و یه وقت درست میذاشتن الان دور استخر پر بود و همه داشتن پارتی میکردن، اما از دست این مادر فلان های حسود همه جا فقط زندان و بس. خونه امیر تتلوه ها به هر دختری بگی با کله میاد، اما بحث لیاقته و 30 نفرشون تا حالا قول دادن که شما ما رو بیار، ما این استخر رو پر میکنیم از دختر. آوردیمشون و فلان شده های حسود حاضر بودن از تنهایی همین کف استخر بمیریم اما یه دختر نیاد. بعد مادر فلانن اینا شما هنوز نشناختینشون، یه روز به هم میگین امیر تتلو دمت گرم، تو چند سال پیش دست اینا رو خونده بودی، ما گاو بودیم و فلان نفهمیدیم. دخترای ایرانی هنر که ندارن، ته هنرشون فلان دادن و بچه داری و غذا درست کردن دیگه، اونم درست انجامش نمیدن تازگی ها. خب معلومه باید بمیرن و حذف بشن. طبیعت موجود فقط مصرف کننده نمیخواد، شما خودتون رو بکشید هم اینا به درد نخور و حذف میشن، یا میمیرن یا میرن با یکی انتر از خودشون و بعد با یکی انتر و بعد میمیرن. به نظرم پلیس بکشتشون راحت ترن خودشون. اما مدگل با اینکه قبل از این داستانا از تتلو حمایت میکرده، این بار تحمل نکرده و حسابی امیر تتلو رو قهوه‌ای کرده. اون متن تتلو رو استوری کرده و نوشته معروف و محبوب ترین خواننده تتلوه، اینو همه میدونیم، این یعنی اکثریت ملت میپرستنش حتی اگه خیلی ها باهاش حال نکنن. حالا با ملت نگاه چطوری حرف میزنه؟ سالهاست اینجوری حرف میزنه و باز محبوبه. خود خواننده هامونم وقتی پلیس گرفتش 3 سال پیش تک تک پشتش در اومدن، انش هم حسابشون نکرد و اومد بیرون. بعد برو تو اکسپلورت ببین تو کامنت ها راجع به آدم های معروف دیگه که پاچه‌خواری مردم میکنن چطوری صحبت میشه. نتیجه اینه که اکثریت لیاقت احترام نداریم. اکثریت اگه نرینین بهمون میدینین بهتون. یه عده هم تراخوش میسوزن لای این بیماران روانی که خیلی ناراحت کننده است. یوتیوب امیر تتلو بعد از این حرفای مزخرفی که زد
تمام پیام‌هاشو پاک کرد. اما این پاک کردن‌ها هیچ تأثیری توی مردم نذاشت و مردم شروع کردن به آنساب کردنش و تتلو به شدت ریزش فالوئر داشت. مردم حتی توی تمام کامنت‌ها هم از خجالت تتلو در اومده بودن و تمام طرفداراش گفته بودن که دیگه نمی‌خوایم طرفدارت باشیم. نظر شما راجع به حرفای تتلو چیه؟ و به نظرتون بعد از این حرفا باز هم محبوبیت خودش رو بین مردم میتونه به دست بیاره؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشین.